دوستان اول از همه بهداشت رو رعایت میکنین. هات چیپسی که من میگم هات چیپسی یک نفره است، اگر میخواین بزرگتر باشه ظرفتون رو بزرگتر میکنین. مراحلش دقیقا همین جوریه که میگم، یعنی یک نفر دو نفره فقط حجم ظرف و موادش فرق داره، مراحلش دقیقا شبیه هم دیگه است. پس ما یه ظرف نیاز داریم، یه کمی گود باشه بهتره. چیپس ساده نمکی میخواین، حالا هر برندی که دوست دارین، پنیر پیتزا، ژامبون یا سوسیس رنده شده، قارچ میخواییم، قارچ خورد شده و فلفل دلمه ای، سس مایونز و سس کچاپ و آویشن. اول از همه ظرفتون رو سوسی میکنین که آخر کار با خواهی شستنش اذیتتون نکنه. خیلی راحت ها چیپس از ظرف جدا میشه، به ظرف نمیچسبه، کاملا سس مالی میشه. یک لایه چیپس میریزیم یه جوری که کف ظرفتون رو پوشش بده ولی چیپس ها رو هم تلمبار نشه. این اوکیه. پس اول کلا یه لایه چیپس میریزیم، یعنی هر طبقهش همین داستان. اوکی، سه طبقه میشه. چیپس رو که زدیم یه لایه سس سفید قرمز، سوسیس یا ژامبون رنده شده، یک لایه نازک ولی کلا پوشش بده، چیپس خالی رو به چش نبینید، میدونی چی میگم، و روی ظرفتون هم نریزین، فقط اون چیپس ها باشه، همه جا رو پوشش بده، سوسیس یا ژامبون رو هم تلمبار نشه ولی چیپس خشک خالی هم نبینید. قارچ رو چنگ میزنین که یکم حالت خورد پیدا کنه. یک لایه قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل رو زیاد نمیدین چون توی مایکروفر درست نمیوزه، فقط واسه عطر و طعمش. خب توی هر طبقه هم یه لایه آویشن میزنیم. بالا نوبت پنیر پیتزاست. پنیر هم یکم چنگ بزنی خورد بشه، یعنی قلمبه قلمبه نندازه. یک لایه نازک ولی همه جا رو پوشش بده. حالا از اول همین کار رو تکرار میکنیم اما تا لبه‌های ظرف نمیایم، روی همون لایه قبلی. حالا بیاییم ببینیم منظورمون چیه. اینو ما باز چیپس اضافه میکنیم. ببینید اصلا اینجا نمونه، اینجا باید دیگه آخر کار رو با دست چیپس ها رو جایی که سفیده پوشش بدیم، ولی روی لبه هم نمیخواد بیان چون خودش خود به خود ذوب بشه پهن میشه روی لبه. کلا یه لایه چیپس ریختم. آره، از اول سس رو اضافه کنیم، همون مراحل تکرار میکنیم. قرمز، چیپس خشک باقی نمونه، خوب دقت کنید همه جاش سس ریخته بشه. سوسیس یا ژامبون رنده شده، توی این مرحله یه چون یکم اینجا تیز شده سخت وسایل وای میسه، یه کمی سس میریزیم، فقط نوک کار همین نوک و پنیر اضافه میکنیم. دوباره سس سفید روی پنیر، چند گونه چیپس درست حسابی برمیداریم، مثلا اینجوری همین نوک میذاریم. این لایه بیشتر واسه ارتفاع کار، زیاد تاثیر خاصی نداره. خب چیپس ها رو اینجا نگه میداریم. دوباره سس سفید، یعنی پس ما اینجا سس قرمز نمیزنیم، حالا میگم چرا. و ژامبون میریزیم و قارچ. خب الان ها چیپس دیگه دم آخرشه، اوکی، یعنی دیگه کار خاصی نداره، کل کار رو سس سفید میزنیم. خب الان پنیر پیتزا بهش میچسبه، پس شروع میکنیم تمام زوایاشو پنیر پیتزا میریزیم. برای اینکه هاچیپسمون ظاهره زیبایی پیدا کنه آخرین مرحله سس قرمز رو اضافه میکنیم و
فلفل دلمه های خرد شدهمون رو، فلفل دلمه ای رو سعی کنید رنگی انتخاب کنید که ظاهرش رو زیباتر کنه. الان وقت اینه که آش رو توی مایکروویو بذاریم، با فر و وسایل دیگه هم میشه پخت، اما بهترین حالت با مایکروویو چون چیپس رو نرم میکنه. و برای هات چیپس یک نفره ما زمان 7 دقیقه و 30 ثانیه رو انتخاب میکنیم. اگر هات چیپسمون دو نفره بود یا حجمش خیلی بیشتر بود، حدودا 11 دقیقه زمان نیاز داره تا کاملا پخته بشه. خب اینم از 7 و 30، بریم ببینیم چطوری میشه. چا چیپسی، به به، حتما لایک کنید بچه ها. من بازم چیزای خفن بلدم بهتون یاد میدم، سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.